با سلام و درود فراوان خدمت تمامی حاضران داخل جلسه و دوستان و همراهانی که ما رو از یوتیوب و رادیو تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال میکنن. فراخوان کمیته کودک و نوجوان کانون حقوق بشر رو امروز در تاریخ 24 فوریه 2023، مصادف با 5 اسفند ماه 1401، در ساعت 19:03 به وقت اروپای مرکزی آغاز میکنیم. طبق روال همیشگی در ابتدا میخوام به معرفی سخنرانها و موضوع سخنرانیهاشون رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. سخنرانهای ما در این نشست خانم فهیمه تیموری با گزارش تحلیل مواد نقض در دیماه 1401، خانم سونیا سوارکوب با بررسی پروتکل الحاقی پیمان نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزنگاری کودکان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم مهین ایدر با موضوع سخنرانی سوء استفاده جنسی از کودکان. من در ابتدا از خانم فهیمه تیموری دعوت میکنم که سخنرانیشون رو ایراد کنن. خانم تیموری اگر که براتون ممکن هست دستتون رو بالا برو. من با درود و احترام خدمت شما همراهان گرامی و همکاران ارجمند، با گزارش ماهانه نقض حقوق کودک و نوجوان در ایران در خدمت شما هستم. یک کودک 12 ساله در پی تیراندازی نیروی انتظامی جان باخت. 4 دی ماه 1401 سهای تباری، کودک 12 ساله در پی شلیک ماموران حکومتی به یک خودرو و در جاده لامد بستر کشته شد. منابع محلی عامل این رخداد را شلیک بدون اخطار قبلی ماموران حکومتی در ایستبازرسی مسیر لامد بستر در غرب استان هرمزگان به یک خودروی شخصی با سرنشین و عدم رعایت قوانین به کارگیری سلاح عنوان کردند. این کودک پیش از رسیدن به اتاق عمل جان خود را از دست داد. مهداد ملک 17 ساله با شلیک پلیس به خودروی دوستش کشته شد. یک نوجوان 17 ساله به نام مهداد ملک در جریان تیراندازی پلیس جان باخت. در شامگاه دوشنبه 5 دی ماه 1401 پلیس به خودروی دوست این نوجوان 17 ساله که او هم در آن بوده مشهود می شود و آن خودرو را تعقیب می کند. در حین تعقیب ماشین پلیس درگیر می کند و برای آنکه تعقیب ماشین نیمه تمام نماند، پلیس بدون هیچ هشداری به سمت ماشینی که مهداد در آن بوده شلیک و گلوله به این نوجوان اصابت کرده و او همانجا جان باخت. مهداد ملک کودک 17 ساله در بخش دشتابی ارگاب استان قزوین جان باخت. قتل دختر 16 ساله به دست پدر و دایی در خمه. مرگ دختر 16 ساله اهل یکی از مناطق شهرستان خمین در اثر ضرب و شتم به وسیله دایی و پدرش که به علت ارتباط با فرد غریبه در فضای مجازی در 11 دی ماه 1401 به وقوع پیوست. جان باختن 121 شهروند کرد در جریان خیزش سراسری. بر اساس اطلاعات و تحقیقات انجام گرفته از سوی کردها، از زمان شروع خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی به دنبال قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در جریان اعتراضات مردمی تا آذر ماه در کردستان، 121 تن توسط سرکوبگران جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند که 12 تن از آنان زیر 18 سال سن دارند. اسامی احراز شده این کودکان کشته شده در روزهای 29 شهریور ماه زکریا خیال، نوجوان 16 ساله اهل پیرانشهر، 30 شهریور امین معرفت، نوجوان 16 ساله اهل اشنویه، عبدالله محمودپور 16 ساله اهل ارومیه در شهریور ماه و همچنین امیر حسین بستامی دانش آموز 15 ساله اهل کرمانشاه در مهمان در مهمان، نیما شفق‌دوز 16 ساله اهل زیندشت در آبان ماه، کومار در افتاده 16 ساله اهل پیرانشهر، 11 آبان ماه هم مومن زندکریمی 18 ساله اهل دهگلان و در 25 آبان ماه دانیال پابندی 17 ساله اهل سقز و در 29 آبان ماه یک کودک 16 ساله به نام بهاءالدین بلسی جوانرود و در آذر ماه یک کودک 16 ساله به نام رضا کاظمی اهل موچش هست.
اخذ اعترافات اجباری از کودک بازداشت شده اهل مهاباد زکریا خسروپور 16 ساله که توسط ماموران حکومتی در مهاباد بازداشت شد، او در ایام بازداشت با چشمان بسته به شدت مورد شکنجه قرار گرفته و وی را ناچار به اعتراف اجباری و امضای برگه‌هایی کردند که محتوای آنها را نخوانده و ندیده است. مهداد ملک 17 ساله با شلیک پلیس به خودروی دوستش کشته شد و جان باختن 121 شهروند خود در جریان خیزش سراسری و اقدام به خودکشی دو نوجوان 15 ساله در سنندج از طریق پرت کردن خود از پل قصد خودکشی داشتند که یک شهروند مانع اقدامی که از آنها شد و دیگری خود را پرتاب کرد. وضعیت حال عمومی نوجوان وخیم گزارش شده. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از 7% اعلام شده است. ادامه بازداشت‌ها در جوانرود، دست کم 8 دانش آموز در زندان. بازداشت‌ها و حبس شهروندان در حالی صورت می‌گیرد که دسترسی به رسانه‌های غیر حکومتی برای خانواده‌های بازداشتی‌ها در این مناطق به سختی حاصل می‌شود. متهمان بازداشتی از حق برخورداری وکیل تعیینی محروم هستند. روزنامه‌نگاران بازداشت می‌شوند و شهروند خبرنگاران در خطر افشای هویت خود قرار دارند. در میان اسامی و هویت بازداشتی‌های جوانرود نام و تاریخ بازداشت دست کم 8 شهروند زیر 18 سال وجود دارد که کودک به شمار می روند. محکومیت امیر حسین محسنی معترض 17 ساله به 2 سال زندان. امیر حسین محسنی نوجوان 17 ساله توسط دادگاه تجدید نظر در آذربایجان شرقی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه بدوی بیشتر او را به 16 سال حبس محکوم کرده بود. این نوجوان اول مهر در جریان اعتراضات سراسری اخیر در تبریز بازداشت شده بود. نوشته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، امیر حسین محسنی در دوران بازجویی به شدت تحت فشار قرار گرفته بود. بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده، یکی از اتهام‌های منتسب به نوجوان 17 ساله از جا کندن تابلوی خیابان جمهوری اسلامی تبریز عنوان شده است. اجبار متهمان پرونده جوانان محلات ارومیه به اعتراف علیه همدیگر. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از پرونده سازی برای 16 نفر در ارتباط با بازداشت جوانان محلات ارومیه خبر داد. خبرگزاری ایرنا روز 26 آبان اعلام کرد که 25 نفر در پرونده موسوم به جوانان محلات ارومیه در آذربایجان غربی دستگیر شدند. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد. بیشتر این افراد که بزرگسال و 8 نفر از آنها زن بودند. با سازمان جاسوسی ارتباط داشتند و اقدام به فریب و تحریک جوانان و نوجوانان از طریق شبکه‌های اجتماعی برای پیوستن به اعتراضات می‌کردند. اما پس از گذشت حدود 2 ماه و نیم از اعلام این خبر، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان با انتشار گزارشی در روز یکشنبه دوم بهمن اعلام کرد که برخلاف ادعای رسانه‌ها و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، تعداد قابل توجهی از بازداشت شدگان در پرونده جوانان محلات ارومیه دانش آموز و کم سن بودند و در بین آنها حتی یک دختر 15 ساله هم وجود دارد. بر اساس این گزارش در حال حاضر 16 نفر در ارتباط با این پرونده تحقیق پیگرد قضایی هستند و برخلاف ادعاهای مطرح شده مبنی تشکیلاتی بودن فعالیت این افراد، هیچ یک از آنها با یکدیگر آشنایی قبلی نداشتند و هنگام بازجویی به دلیل فشارهای وارده از جمله ضرب و شتم و تهدید به تجاوز ناچار به اعتراف علیه همدیگر شدند. بازداشت یک متهم به کودک آزاری در کوددشت. دادستان عمومی و انقلابی کوددشت از شناسایی و بازداشت یک متهم به آزار جنسی کودک 8 ساله در شهرستان خبر داد. دادستان عمومی و انقلابی کوددشت عنوان کرد متهم 25 ساله راننده سرویس مدرسه نبوده و قربانی را به صورت اتفاقی در خیابان سوار خودرو کرده و با انتقال وی به خارج از محدوده شهری مرتکب این جرم شده است. افشین خسروی در پایان افسود متهم همکنون در بازداشت است و تا این لحظه گزارشی مبنی بر بیماری روانی وی به دادسرا ارسال نشده است و پرونده او در حال سیر تحقیقات است و به محض تکمیل شدن پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه اعلام خواهد شد. بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، هر گونه بدرفتاری فیزیکی، عاطفی، سوء استفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی‌توجهی یا بهره‌کشی که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقا، رشد یا کرامت کودک در زمینه روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود، کودک آزاری محسوب می‌شود.
ربودن کودک 14 ساله اهل اشنویه توسط نیروهای حکومتی، کودک اهل شهر اشنویه به نام کومار شاپوری 14 ساله پس از اون که مورد ربایش نیروهای حکومتی قرار گرفت به مکان نامعلومی منتقل شد. بر اساس گزارش رسیده به سازمان نگار روز پنجشنبه 6 بهمن 1401 کومار شاپوری کودک 14 ساله اهل اشنویه توسط نیروهای حکومتی ربوده شد. به گفته یک منبع مطلع نیروهای حکومتی در جریان رو بودن این کودک پس از تفتیش منزل کامپیوتر و تلفن همراه تمامی اعضای خانواده را نیز ضبط کردند. تا کنون از دلایل یورش نیروهای حکومتی و رو بودن کودک و همچنین محل و شرایط نگهداری به اطلاع دقیقی در دسترس قرار نگرفته است. بازداشت چند شهروند از جمله 3 کودک در زاهدان. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ جمعه 7 بهمن 1401 9 شهروند در زاهدان بازداشت شدند. هویت این شهروندان آصف ریگی نژاد شورکی فرزند نعمت الله، یاسین ریگی نژاد شورکی فرزند عبدالحق، علی ریگی نژاد شورکی فرزند نوشیروان، اویس براهویی، عرفان براهویی 14 ساله و فرزند غفور، یاسین شاهزهی 15 ساله و فرزند جعفر، مصطفی شاهزهی 14 ساله و فرزند نادر، عثمان رخشانی 19 ساله و فرزند عبدالرؤوف و همچنین عبدالمالک سنجرانی 25 ساله و فرزند خدانظرخان شهروندان اهل زاهدان عنوان شدند که در بین اینها چندین کودک نام برده شد. گزارشی از بازداشت 5 شهروند از جمله 4 دانش آموز. 4 بهمن ماه 1401 4 دانش آموز دبیرستان امام خمینی در کرج توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند. هویت این افراد همین رضا محمدی، محمد رضا کاظمی، حسین طاهرآبادی و بهنام رحیمی دانش آموزان مقطع دبیرستان عنوان شده است. در این گزارش آمده است علی‌رغم گذشت چندین روز از زمان بازداشت این دانش آموزان از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه آنها اطلاعی حاصل نشده است. پس از 124 روز بازداشت، آزادی 2 نوجوان بازداشتی بلوچ از زندان زاهدان. 11 بهمن 1401 محمد و علی رخشانی آزاد فرزند حسین از زندان زاهدان آزاد شدند. این دو نوجوان بلوچ در تاریخ 9 مهر ماه 1401 توسط نیروهای نظامی از جلوی درب منزل خود بازداشت شده بودند. محمد و علی توسط قاضی فیروزی از دادگاه کیفری زاهدان اتهام محاربه و فساد فلعرض را به کریمی و کیلونها ابلاغ کرده بود. گفته می شود محمد دچار بیماری تشنج بوده و در زمان بازداشت بارها دچار تشنج شده بوده. بازداشت یک نوجوان بلوچ توسط نیروهای لباس شخصی. جمعه 7 بهمن ماه 1401 نوجوان بلوچ توسط نیروهای لباس شخصی در زاهدان بازداشت شده است. هویت این شهروند محمود خارکویی 19 ساله فرزند عبدالله و اهل زاهدان عنوان شده است. و همچنین بازداشت یک دانش آموز توسط نیروهای امنیتی در کرج. همچنین در یک شنبه 9 بهمن ماه یک دانش آموز در کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در این گزارش هویت وی هادی قنبرلو دانش آموز پایه 12 انسانی دبیرستان امام خمینی کرج عنوان شده است. همچنین اقدام به خودکشی کودک اهل ایلام متعاقب ربودن و شکنجه های متوالی توسط نهادهای حکومتی. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هنگام محمد کمیل زندخانی 16 ساله در مجموع طی 2 نوبت ربایش و انتقال به بازداشتگاه 43 روز بازجویی و شکنجه را از سر گذرانده است. به گفته منابع مطلع پیش از اقدام به خودکشی این کودک طی هفته‌های گذشته آثار شکنجه بر بدن وی مشهود بوده و از نظر روانی نیز در شرایط بسیار وخیمی قرار داشته است. این منابع افزودند که در جریان بازداشت محمد کمیل زندخانی هر شب یکی از نیروهای حکومتی با لباس آخوندی به وی هشدار داده که به زودی اعدام خواهد شد. این خبرها نفی می‌کند قانون اساسی را در اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی و اصل 24 حق آزادی قلم و بیان، اصل 26 حق آزادی عقیده، اصل 27 حق آزادی تجمع و اعتراضات، اصل 32 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، اصل 38 منع شکنجه. همچنین نفی می‌کند اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و اعتراضات، ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه. آخرین وضعیت پرونده آزار جنسی کودکان در مدرسه فوتبال مشهد. یک مسئول
و تفهیم اتهام سه خبرنگار. یکی از مسئولان اداره ورزش مشهد در پرونده مدرسه فوتبال تفهیم اتهام و با قرار قانونی راهی زندان شد. سه خبرنگار و فعال فضای مجازی نیست که بدون توجه به نظامات قانونی و اخلاق حرفه‌ای مبادرت به انتشار خبر قبل از اثبات جرم کرده بودند تفهیم اتهام شدند. همچنین دادستان عمومی و انقلاب اسلامی خراسان رضوی افسود دستگاه قضایی بلافاصله پس از انعکاس مطالب مربوط به این مدرسه در فضای مجازی و رسانه اقدامات خودش را آغاز کرد و تحقیقات ویژه قضایی در خصوص این پرونده ادامه دارد. چندی پیش مدیر رسانه‌ای سابق تیم شهر خود رو با انتشار خبری در فضای مجازی از وقوع یک فاجعه برای فوتبال مشهد خبر داد و مدعی شد والدین 15 نفر از بازیکنان این باشگاه و مدرسه فوتبال آن با مراجعه به حراست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از باشگاه و مربی‌نماهای آن به خاطر تعرض به فرزندانشان شکایت کردند. به گفته وی این پرونده در دادستانی مفتوح است. پس تا یک دقیقه دیگه اگر ممکن هست لطفاً جنبندیاتون انجام بدید. مسمومیت زنجیری دانش آموزان در قوم که طی 3 ماه گذشته دست کم 316 دانش آموز در مدارس شهرستان قوم با علائم مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند و علت مسمومیت دانش آموزان در مدارس کماکان مشخص نیست. گفتنی هستش که 25 بهمن ماه جمعی از خانواده های دانش آموزان در قوم در اعتراض به مسمومیت های زنجیری فرزندان خود در مدارس مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند و در این راستا دادستان کل کشور دادستان مرکز استان قم رو مأمور به پیگیری ویژه و برخورد قاطع با مقصرین احتمالی مسمومیت دختران دانش آموز کرد. همچنین شناسایی 179,000 کودک بازمانده از تحصیل و شناسایی بیش از 200 کودک کار در شهرستان دیسپول. این هم خبرهایی بودش که در این ماه بوده و همه اینها نقض میکنه که قانون اساسی رو در اصل 3 آموزش پرورش رایگان، اصل 10 حمایت از خانواده، اصل 19 حقوق مساوی مردم، اصل 20 حمایت قانونی مردم، اصل 22 حمایت از جان مردم، رعایت حقوق ذاتی و شهروندی همچنین نقض میکند اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ماده 2 برابری انسان ها، ماده 3 هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد، ماده 6 ارزش والای انسانی، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 25 حق خدمات اجتماعی لازم برای همه، ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه. ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما از سخنرانی خوبتون خانم فهیمه تیموری. با توجه به مشکلات خیلی زیاد کودکان در ایران و مشکلات زیادی که به دلیل وجود افراد ناشایست بر روی کار برای کودکان و نوجوان ما در ایران به وجود آمده انقدر زیاد هستند که شاید ساعت‌های بشینیم به پای اخبار و نقص‌هاشون رو بخوایم بگیم که تمامی نداره. ممنون از شما. از سخنران بعدی ما خانم سونیا سوارکوب دعوت میکنم که با موضوع بررسی پروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک در مورد خرید و فروش کودکان، خود فروشی کودکان، خورده فروشی کودکان و هرزه نگاری کودکان و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو ایراد کنن. اگر ممکن هست خانم سونیا سوارکوب دستتون رو بالا بگیرین که دوستان ما رو براتون آزاد کنن. سپاس از شما. سلام، شبتون بخیر. من با موضوع پروتکل الحاق یا پیمان نامه حقوق کودک در مورد خرید و فروش کودکان و هرزه‌نگاری کودکان در خدمتون هستم. یه پیشینه از پروتکل میخواستم براتون ابتدا بیارم. نماینده دائم دولت کوبا در سازمان ملل متحد در سال 1993 توجه مجمع عمومی را به شرایط نامساعد کودکان قربانی سوء استفاده جنسی جلب کرد و ضرورت مبارزه جهانی علیه این نابهنجاری را خواستار شد. به پیشنهاد داد یک کارگروه ضمن بررسی‌های کارشناسانه راه حل‌های مناسبی برای
از بین بردن این پدیده ارائه کنند. کمیسیون حقوق بشر کمیته‌ای را مأمور پیگیری موضوع است و ثمره این کار گروه پیشنویس سندی با عنوان پروتکل الحاقی درباره فروش اشیا و هزینه‌گذاری کودکان بود که در 48مین اجلاس مجمع عمومی می 2000 تصویب و 13 ژانویه 2002 لازم الاجرا شد. دولت جمهوری اسلامی ایران تا 9/5/1368 به این پروتکل نپیوسته بود و همچنان که گذشت کمیته حقوق کودک نظرات منتشر شده به تاریخ 31 می 2005 به دولت ایران توصیه کرد پروتکل مذکور را تصویب کند و برای بررسی نتایج این توصیه کمیته حقوق کودک توسط ایران برای نیل به ارزیابی درست در این باره نخست باید نظری هرچند گذرا بر مفاد این پروتکل داشت. برای بررسی نتایج اجرای این توصیه کمیته حقوق کودک توسط ایران برای نیل به ارزیابی درست در این باره نخست باید نظری هرچند گذرا به مفاد این پروتکل داشت. غروری بر مفاد مقدمه پروتکل این سند که دارای 11 بند کوتاه و گاه بلند و 17 ماده است. در مواد 13 تا 17 تشریفات مربوط امسال زمان لازم الاجرا شدن. خروج از پروتکل پیشنهاد متمم برای سرانجام آن و نصف پروتکل آمده که میتوان آنها را موارد تشریفاتی این سند دانست. فهرست نکته در مقدمه مطرح شده و در حقیقت پاسخمان‌های بانیان این سند را بیان می‌کند از این قرار است. یک، یادآوری موادی از کنوانسیون حقوق کودک. اهداف حمایتی آن پیمان‌نامه را در خصوص مراقبت از کودکان برای فروش فحشا و هزینه‌گذاری بیان کرده است. گفتنی است در نخستین جمله این پروتکل فقط از مواد 1، 11، 21، 32، 33، 34، 35 و 36 یاد شده، در حالی که این ماده 19 کنوانسیون نیز به طور مستقیم به این موضوع پرداخته و شمار مواد دیگر است. این رو قسمت از اشاره به آن روانی است. بند 1 ماده 19 مقرر داشته کشورهای عضو کلیه. ببخشید صداتون خانم سوارکوب ضعیف میاد، من اینطوری صداتون میشنوم یا واقعا صداتون ضعیف است؟ دوستان انگار خانم سوارکوب اینترنتشون ضعیف شد و قطع شدن. یه چند دقیقه منتظر میمونیم که ایشون دوباره وارد جلسه شن. خانم ولیزاده میخواین ادامه بدین سخنران بعدی بیان و بعد مجددن اگر اینترنتشون درست شدن که در خدمتشون هستیم؟ خانم سوارکوب اگه صدای من رو دارید لطفا مایکروتون رو باز کنین که دوستان اجازه میدین که مایک خانم سوارکوب باز بشن.
خانم سوارکوب صدای من رو دارین؟ اگه صدای من رو دارین دستتون رو بالا کن که براتون مارک رو آزاد کنم. جناب نوریزاده، انگار خانم سوارکوب اینترنتشون مشکل دارن. امکانش هست خانم ایدر سخنرانشون رو بکنن و خانم سوارکوب تا اون لحظه که بس شدن و سخنرانشون رو ایراد کنن؟ بله میتونن. من همین خدمتتون عرض کردم که الان سخنران بعدی شروع به سخنرانی بکنن و بعد که سخنرانشون تموم شد و یه خانم سوارکوب حضور داشتن که ادامه سخنرانشون انجام بدن. بعد ما اینا رو به هم بحث میکنیم و یه فایلش میکنیم. بله مشکل نیست. خب من از خانم ایدر عزیز با موضوع ایدر عزیز با موضوع سوء استفاده جنسی از کودکان دعوت میکنم که سخنرانیشون رو ایراد کنند. لطفاً ماک رو برای خانم ایدر آزاد کنیم. ممنون از شما. عرض ادب و احترام خدمت همکاران محترم، عزیزان حاضر در جلسه و دوستانی که از طریق یوتیوب دارن ما رو تماشا میکنن. قبل از هر سخنی تسلیت عرض میکنم خدمت خانواده های داغدار عزیزان سرکار احمدی و حسن عبیات که در سکوت اعدام شدن، زندانیان سیاسی. همگان باور داریم که مشکلات موجود با دستگیری و اعمال خشونت، کشتن و اعدام حل نمیشن و ضمن محکوم کردن این اتفاق از تمام نهادهای مسئول درخواست پاسخگویی و پایان در برابر این همه تضییع حقوق زندانیان سیاسی و مدنی رو داریم. به امید پیروزی انقلاب مردم ایران با شعار زن، زندگی، آزادی امروز در خدمتتون هستم با سخنرانی سوء استفاده جنسی از کودکان از قانون دفاع از حقوق بشر در ایران از کمیته حقوق کودک و نوجوان. در ابتدا تعریفی از کودک آزاری داشته باشیم. کودکان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و به دلیل سن و توانایی کمی که دارند همواره در معرض خطر قرار دارند. به همین دلیل به حمایت و مراقبت بیشتری نیاز دارند. خانواده در مراقبت از کودک و رفع نیازهای عاطفی و جسمانی اون نقش ویژه‌ای دارد. خشونت و آزار کودک سبب می شود شخصیت در حال رشد کودک آسیب ببیند و در طولانی مدت تأثیر سوء آن آشکار شود. کودک آزاری یک مشکل جهانی است که به گونه های مختلف روی می دهد. این مشکل ریشه در فرهنگ، کارکرد اجتماعی و اقتصادی دارد. کودک آزاری وقتی اتفاق می افتد که والدین یا افراد دیگر افراد زیر 18 سال را از نظر جسمی، روانی مورد آزار قرار دهند یا از آنها سوء استفاده جنسی یا برکشی کنند و به نیازهای انسانی آنها رسیدگی نکنند. در صورتی که افراد مسئول نسبت به کودک یا والدین آنها کودک را از نظر جسمی و روانی مورد آزار قرار دهند و به آنها آسیب برسانند و خوشبختی و آسایش و سلامتی آنها را به خطر اندازند مرتکب کودک آزاری شدند. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی کودک آزاری عبارت است از هر گونه بدرفتاری فیزیکی و یا عاطفی، سوء استفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی‌توجهی یا استثمار تجاری یا سایر انواع استثمار که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقا، رشد یا کرامت
کودک در زمینه روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود. در ماده دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 در تعریف گونه‌ای از کودک آزاری می‌گوید هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است. برخی از این آثار می تواند مخفی باشد. ممانعت از حضور در کلاس درس، محرومیت از خوردن غذا و خوردنی های دیگر، حبس مانند حبس در حمام یا زیر زمین از نمونه های کودک آزاری است. تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع کودک آزاری فیزیکی است. بر اساس پیمان نامه حقوق کودک هر فرد زیر 18 سال کودک محسوب می شود. انواع کودک آزاری. کودک آزاری جسمی در صورتی که افراد بزرگسال اعمالی مانند حمله فیزیکی، هل دادن، ایجاد زخم در بدن کودک، سوختگی، شلاق زدن، گاز گرفتن، لگد زدن، پرت کردن، کبود کردن بدن کودک، شکستگی استخوان و موارد دیگر را برای کودکان زیر 18 سال انجام دهند مرتکب کودک آزاری شدند. کودک آزاری عاطفی. کودک آزاری عاطفی به این معنی است که افراد بزرگسال با انجام کارهای مانند راندن کودک، خوردن الکل توسط والدین در حضور کودک، بی‌توجهی به نیازهای عاطفی کودک، مصرف مواد مخدر در حضور کودک، مشاجرات خانوادگی و اعمال خشونت خانوادگی در حضور کودک و مواردی از این قبیل به کودک از نظر عاطفی آسیب برسانند. مسامحه عاطفی نیز یکی از مصادیق کودک آزاری عاطفی است. مسامحه عاطفی یعنی افراد بزرگسال و والدین نسبت به انجام کارهایی که مربوط به کودک است کوتاهی کنند. این کارها شامل بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به کودک، فراهم نکردن بهداشت، مسکن، مراقبت پزشکی مناسب و تحصیل کودک می شود. کودک آزاری روانی. در این نوع کودک آزاری کودک رفتارهایی را از خود نشان می دهد که دلیل موجهی ندارد و از نظر پزشکی نیز دلیل خاصی برای آنها پیدا نمی کنند یا این رفتارها متناسب با سن اون نیستند. بروز رفتارهایی مانند استراب و غم زیاد، پرهیز از ارتباط با دیگران، منزوی بودن کودک، پرخاشگری، اطاعت بیش از اندازه از دیگران، آسیب رساندن به خود، مشکل تمرکز و خشم شدید بدون دلیل موجه نشان می دهد کودک مورد آزار روانی قرار دارد. کودک آزاری جنسی در صورتی که کودک به کارهای مانند بوسیدن، لمس کردن، دیدن رابطه افراد بزرگسال، اجبار به برهنه شدن، نشان دادن عکس افراد برهنه به کودک، بهره‌گیری از کودک برای ارضای فرد بزرگسال وادار شود، کودک آزاری جنسی صورت گرفته است. پیامدهای کودک آزاری. طبق گفته روانشناسان افراد در دوران کودکی از لحاظ جسمی و روانی رشد بیشتری دارند. در صورتی که در این دوران به کودک آسیب وارد شود، در آینده مشکلات متعددی برای کودک ایجاد خواهد شد. یکی از این آسیب‌ها آزار جنسی کودکان است که گاهی اوقات پیامدهای آن قابل جبران نیست و زندگی کودک را در حال و آینده تحت تأثیر قرار می‌دهد، چرا که این نوع کودک آزاری کمتر قابل شناسایی است و اغلب کودکان توانایی بیان این آسیب را ندارند. کودک آزاری جنسی موارد بسیاری را شامل می‌شود و تنها به ارتباط کامل جنسی با کودک محدود نمی‌شود. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 1999 حدود 40 میلیون کودک 0 تا 4 ساله در سراسر جهان در معرض کودک آزاری جسمی و بی‌توجهی والدین بودند، به گونه‌ای که نیازمند خدمات بهداشتی درمانی و اجتماعی بودند. آگاه کردن کودک درباره مسائل جنسی. برخی از روانشناسان معتقدند که باید به کودکان متناسب با سن آنها در مورد سوء استفاده جنسی آگاهی داد، چرا که سوء استفاده جنسی از کودکان در دوره کودکی اتفاق تلخ و ناگواری است که پیامدهای آن تا بزرگسالی ادامه پیدا می‌کند
حتی ممکن است در هنگام ازدواج به شکل اختلالات جنسی بروز پیدا کنند. همچنین روانشناسان معتقدند وجود رفت و آمدهای خانوادگی و روابط اجتماعی باعث می شود فرزندان روابط بین فردی موفقی داشته باشند. کودک آزاری از دید حقوق بین المللی. اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب 1959 در قسمت ابتدایی اصل 9 می گوید کودک باید در برابر هر گونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود. همچنین در ابتدای اصل 6 مقرر کرده است کودک جهت پرورش کامل و متعادل شخصیتش نیاز به محبت و تفاهم دارد و باید حتی امکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود به هر صورت در فضایی پر محبت در امنیت اخلاقی و مادی پرورش یابد. لازم است یادآوری کنم که ایران در اسفند ماه 1372 پیماننامه جهانی حقوق کودک را پذیرفت. شرط اصلی برای اجرای صحیح این پیماننامه آشنایی همه افراد جامعه به خصوص مقامات و مسئولان مربوط به امور کودکان، والدین، سرپرستان کودکان و همچنین خود او با این پیماننامه است. بر طبق ماده 3 پیماننامه جهانی کودک، منافع عالیه کودک باید در هر اقدامی از سوی سرپرستان، والدین و والدین او مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده دولت‌ها مکلف شدند در صورت سهل‌انگاری و کوتاهی والدین نسبت به فرزندان حمایت و مراقبت‌های لازم را اعمال کنند. بر طبق ماده 19 پیماننامه جهانی حقوق کودک کشورهای عضو باید برای حمایت از کودکان در برابر خشونت‌های جسمی و روانی و هر گونه آزار، غفلت و بی‌توجهی اقدامات قانونی، اجتماعی و آموزشی لازم را انجام دهند. کودک آزاری از لحاظ قانونی اکثر کشورها برای حمایت از کودکان و پیشگیری از کودک آزاری قوانینی وضع کردند که چند نمونه از آنها را بیان می‌کنم. اروپا. در آلمان کودک آزاری که بیش از 25 سال سن داشته باشد با نظر موافق گروه پزشکی با استفاده از دارو عقیم می‌شود. در سوئد نیز قانون مشابهی وجود دارد. در فرانسه و اسپانیا نیز برای اجرای قوانین مشابه آلمان تصمیم‌هایی گرفته شده است. آمریکا. کودک آزاری در ایالات متحده آمریکا جرمی سنگین محسوب می‌شود و دادگاه می‌تواند برای مجرمان از احکام تعلیقی تا حبس ابد مجازات تعیین کند. در ایران طبق ماده 11 دایره حمایت از کودکان و نوجوانان هر کس مرتکب قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی کودک یا نوجوان شود و به هر علت قصاص نشود علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات مورد از 2/3 حد اکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. به 2/3 حد اکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. طبق ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به 3 ماه و 1 روز تا 6 ماه حبس و یا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شامل 9 ماده است که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 25/9/1381 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/10/1381 به تایید شورای نگهبان رسید. با تصویب تمامی این قوانین در ایران ولی متاسفانه در فقه شیعه که اکثر قوانین کشور ما از آن تبعیت می کند نوشته شده است طبق فتوای برخی فقها تفخیز یا لذت بردن از لای پای کودک جایگزینی برای دخول یا همسر نابالغ دانسته می شود. از جمله فتوای سید روح الله خمینی در تحریر الوسیله در این زمینه چنین است: کسی که زوجه کمتر از 9 سال دارد دخول او برای وی جایز نیست، اما سایر کامگیری ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیز اشکال ندارد، هرچند شیرخواره باشد. با داشتن
چنین قوانینی در فقه شیعه و قوانین دادرسی در دستگاه قضایی کشور که بیشتر آن بر اساس همین فقه نوشته شده است، این فضا را برای سوء استفاده کنندگان جنسی باز می کند که یکی از این قربانیان امیر حسین خادمی است که در رابطه با تجاوز جنسی دانش را از دست داد. امیر حسین خادمی کودک زرین دشتی که برای تامین مخارج در مکانیکی کار میکرد مورد آزار جنسی قرار میگیرد. صاحبکار دستان امیر حسین را از پشت میبندد و به اتفاق دو نفر دیگر به او تجاوز میکنند و فیلم میگیرند. کودک آزاران او را تهدید میکنند که در صورت افشای موضوع فیلم را پخش میکنند. امیر حسین به اصرار مادرش به مراجع قضایی مراجعه و شکایت میکنند و شکایت او ثبت نمیشود چون شاهدی نداشته است و امیر حسین پس از چند روز به قتل میرسد که متاسفانه قوانین ناکافی، مجازات ناکافی، آموزش ناکافی زمینه ساز گسترش کودک آزاری جنسی در ایران است. بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری به 8 درجه تقسیم می شود ولی در ارتباط با کودک آزاری جنسی از درجه 5 آغاز می شود. درجه 5 حبس، شماره 1ش حبس بیش از 2 تا 5 سال، جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی. در ارتباط با محیط‌های پرآسیب کودکان کار بارها بارها از سوی نهادهای مدنی اطلاع رسانی و هشدار داده شده است. کودکان کار بیش از سایر کودکان در معرض دست درازی و تجاوز جنسی هستند. موارد جدید کودک آزاری دیگری از جمله کشته شدن امیر حسین، دست درازی خادم مسجد به کودکان در قم، تجاوز به دختر 14 ساله در چابهار توسط فرمانده نیروی انتظامی و تجاوز معلمی به چندین دانش آموز در بیرجن و نمونه اخیر هم تجاوز به بیش از 15 کودک در مدرسه فوتبال توسط مربیشان در مشهد که مسئولان ورزشی و قضایی کشور سعی در مخفی نگه داشتن این خبر داشتن منجر شده و نشان می‌دهد که کودک آزاران بیش از بیش گستاخ شدند. دشواری اثبات این نوع از کودک آزاری، نبود آموزش در مورد کودک آزاری در مدارس و افزایش بی‌ثباتی در خانواده ها زمینه را برای این نوع آزارها بیش از پیش فراهم کرده است. آموزش مبارزه با کودک آزاری جنسی برای همه کودکان همچنان ممنوع شمرده می شود. کودک آزاران که در برخی موارد خود قربانیان شرایط اجتماعی هستند نیز هم هیچ آموزش و کمک روانشناسی دریافت نمی کنند و حتی در مواقع نادری که مورد مجازات قرار می گیرند پس از تحمل حبس یا پرداخت دیه دوباره به جامعه باز می گردند و چرخه کودک آزاری ادامه می یابد. در سالهای اخیر موارد متعدد کودک آزاری از سوی مسئولان کتمان شده است و کودکان نیز حق شکایت ندارند و حتی در مواردی که خانواده موفق به شکایت شده است پاسخی درخور برای مجرمین این حوزه دریافت نکردند. ناامیدی از مراجع قضایی برای احقاق حقوق این کودکان مراجعه و شکایت به مراجع قضایی را عبث و بی‌حاصل کرده است. آزار جنسی زمینه مشکلات عدیده ای از جمله افسردگی و گاهن خودکشی را در کودکان افزایش می‌دهد. بی‌اعتمادی به نهادهای قضایی باعث می‌شود که مردم از دادخواهی توسط نهادهای مسئول ناامید شوند و گاهی خودشان دست به انتقام گیری شخصی بزنن که باعث هرج و مرج و گسترش آسیب اجتماعی عمیق‌تر می شود. در ماده 19 پیماننامه حقوق کودکان که دولت جمهوری اسلامی ایران آن را امضا کرده است و متعهد شده است تا از کودکان در برابر کلیه
اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی‌توجهی یا رفتار توأم با سهل‌انگاری، سوء رفتار یا بهره‌کشی از جمله آزار جنسی حمایت کند. دولت موظف است برنامه‌های اجتماعی جهت فراهم نمودن پشتیبانی لازم از کودک و کسانی که عهده‌دار مراقبت از کودک هستند را ایجاد کنند. در این چند ساله خیلی از مدافعان حقوق مدنی حمایت از حقوق کودکان و این برخوردها را نقص آشکار حقوق کودکان می‌دانند و از مقامات مسئول خواهان تجدید نظر در قوانین و پرونده‌های آزار جنسی کودکان با توجه به منافع عالی کودکان شدند. ما فعالان حقوق بشر، خصوصاً کمیته دفاع از کودک و نوجوان، ضمن ابراز نگرانی از شرایطی که گریبانگیر کودکان و نوجوانان عزیز کشورمان شده است، هر گونه اعمال خشونت، تجاوز و آزار جنسی، هشدار، زندان علیه کودکان، دانش آموزان و ورود نهادهای امنیتی و انتظامی به محیط مدرسه، دستگیری و تهدید و ارعاب آنان چه در مدارس و چه در خیابان‌ها را که همه این موارد مصداق بارز کودک آزاری و قابل پیشگیری و شکایت از سوی والدین و مدعی العموم می باشد محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این رویه خشونتبار هستیم و تاکید می کنم دانش آموزان گرفتار را هرچه سریعتر آزاد کرده که به آغوش خانواده های خود برگردند. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. ممنون که منو گوشتید. خیلی ممنون خانم ایدر عزیز، خیلی سخنرانی جالب و عالی داشتین و به خیلی از نکات و نقص‌های حقوق بشری و نقص‌های انسانیت در ایران توسط حکومت، توسط مأموران حکومتی، توسط ناقضین حقوق کودک اشاره کردین. خیلی ممنون از سخنرانی خوبتون. دوستان عزیز، نکته نظری، صحبتی و سوالی چیزی هست در مورد سخنرانی خانم ایدر، دستاتون رو بالا ببریم. و بله، آقای نوروزی زاده، سخنران شما رو میشنویم. خواستم تشکر کنم از خانم ایدر، واقعا به نکات خیلی خوبی اشاره کردن. خواستم این نکته رو بگم، متاسفانه قانون ایران یه سری مسئولیت ها رو گذاشته در رابطه با خشونت هایی که در برای کودکان اتفاق میفته، از جمله همین دخترانی که توسط پدرانشون به قتل میرسن یا توسط برادرانشون. خب بودیم، دیدیم، شاهدش بودیم که حد اکثر 6 سال 7 سال حالا ماکسیمم 10 سال و جرمه نقدی فقط مجازات شدن، در صورتی که باید حداقل باید قصاص، نمیم قصاص، ولی حداقل باید طولانی زندانی های طولانی مدت برشون اتفاق میافتاد. و همینطور خبری که جدیدن تقریبا چند روز پیش من متوجه شدم که یک کودک 18 ماهه توسط پدرش توی کرج به قتل رسیده، برای اینکه میخواست پدرش باز اعضای بدن کودکش رو به فروش بذاره. متاسفانه قانون هایی که در ایران هستش همین داره ایراد هست، مشکل هست و متاسفانه کودکان از اون حقوق و قانونی که باید برای حمایتشون برخوردار باشن برخوردار نیستن. متاسفانه من مایک رو رها میکنم. ممنون از اینکه صحبت رو مشکل. ممنون از نظر خوبتون جناب نوروزی زاده. سخنان خانم پروین محمدی رو میشنویم. لطفا مکروبه ایشون آزاد کنم. با سلام به همه همکاران، یه چیزی که خیلی متاسفانه توی ایران رایجه اینه که همه قوانین، اول ایران متاسفانه همه قوانین رو نقض میکنه و همه رو به خاطر دین و مذهب نقض میکنه و همه چیز متاسفانه توی ایران مخصوصا این چند ساله اخیر روی دین و دوم این که روی مادیات و انقدر شرایط تورمی که توی ایران هست، همه چیز، همه مشکلات متاسفانه برمیگرده به این موضوع. چرا که بیپولی توی ایران باعث میشه که ازدواج‌های زودهنگام بچه‌ها ایجاد بشه
کار کودکان ایجاد بشه، حتی علارغم نبود تمایل خانواده ها به ازی از پدر مادرها مجبور میشن به خاطر نبود پول، نبود واقعا هیچی تو زندگیشون ندارن، مجبور میشن به ازدواج های زود هنگام فرزندانشون تن بدن و این خیلی ناگواره. و اینکه واقعا آدم نمیدونه باید چی بگه، اینکه توی قانون اساسی اصلهایی باشه که واقعا میگه آره فرزند کودک خیلی مهمه، اما در قبالش هزار تا دلیل و هزار تا واقعا چیز میذاره که نقض بشه این قانونی که حتی خودشون نصب کردن. و الان فقط فکر میکنم به جایی رسیدیم که، و البته این هم خیلی واقعا تاسف‌باره، ما از زمانی داریم میایم که 18 سال بوده زمان ازدواج، در صورتی که ما الان رسیدیم به 13 سال. 13 سال کیه؟ آیا اون کودک نیست؟ آیا اون اصلا چی میفهمه از ازدواج؟ و این خیلی 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 بده. ما یک واقعا توی ایران نیاز داریم به یه دگرگونی اساسی، نظر من، هم از نظر دینی هم از نظر نگرش دینی، نه دینی، نگرش دینی، اینکه اصلا چیه، چه چیزی هست، چه چیزی خوبه. و اینکه همین که واقعا دگرگونی در مورد مادیات کشور ایران، واقعا خیلی اوضاع ایران به هم ریخته است، فروش اعضا انقدر زیاد شده که طرف مقابل حتی اعضای خودش رو میفروشه، چه برسه به کودک. و این خیلی بده و این واقعا به نظر من امید به اون، فقط فکر میکنم یه دگرگونی میتونه این اوضاع رو درست کنه، هیچ چیز دیگه نمیتونه این اوضاع رو درست کنه، فقط برکنار رفتن این حکومت، هیچ کار دیگه نمیشه کرد، چون انقدر وضعیت به هم ریخته است، انقدر وضعیت به هم ریخته است و با تکونای کوچیک نمیشه این وضعیت رو درست کرد و هر لحظه متاسفانه با این حکومت داره هی به بدی میره. امید به روزی که همه ایرانیان وطنمون، واقعا همه بچهای وطنمون بتونن یک نفس راحت یه قانون درست رو در پیش بگیرن و امید به آزادی. مرسی که مایک رو در اختیار من قرار دادید. خیلی ممنون از سخنان خیلی خوبتون خانم محمدی عزیز. بله، تا زمانی که قانون خودش نقض کننده حقوق کودک باشه و هیچ به قول معروف هیچ چیزی نشون نده، هیچ واکنش نشون نده در مقابل نقض حقوق کودکان و اینکه خودش نقض کننده تمامی حقوق بشر باشه، تمامی مواد حقوق بشر باشه، امکان پذیر نیست که حقوق کودکان، کودکان معصوم ایرانی در ایران به اجرا بشه. جوری هست در ایران الان خود مأمورین حکومتی به کودکان، به نوجوانان تعرض میکنن، تجاوز میکنن. خب این کودکان به کجا پناه بیارن؟ یعنی وقتی که یک کودک از طرف حکومت خودش مورد تجاوز قرار میگه، به کجا باید بره شکایت کنه؟ به کجا باید بره بگی، به قول معروف صدای خودش رو بلند کنه، بگی که به من تعرض شده؟ الان گزارش هایی که به دست اومده هیچ پرونده به این کودکان تشکیل نشده. یک پرونده که من در چیزش بودم، در این بودم که این کردم، کودک نوجوان 15 ساله بود در زاهدان که توسط خود مأمورین حکومتی مجازات بود و حکم این فرد رو چی بهش دادن؟ 15 ماه حبس. 15 ماه حبس شد مجازات یک تجاوز که یک کودک به یک کودک شده و تا آخر عمر اون کودک باید به قول معروف اون زخم هایی که خورده رو تا آخر عمرش تحمل کنه. فقط 15 ماه حبس.
ممنون از نظرات خوبتون. دوستان عزیز دیگر در مورد این بحث نظری، نکته نظری، چیزی اگر که ندارند ما به بخش آزاد بپردازیم. ممنون از شما. بخش خانم بحث آزاد رو بخش خانم سعدی، خانم ولیزاده بذاریم ببینم هستن، چون که خانم سرکو با آخرین بار من دیدم نبودنش. من مثل که نیستم اینترنتشون، بله اینترنتشون ضعیف هستش و کلن فکرم قطع شدنشون. خب ما به بحث آزاد میپردازیم. بحث آزاد ما رو با موضوع حق حیات آغاز میکنم. در پرانتز خشونت و قتل کودکان و نوجوانان توسط حکومت. خشونت علیه کودکان به چه معناست؟ خشونت علیه کودکان شامل انواع خشونت علیه افراد زیر 18 سال است که توسط والدین، حکومت، مراقبان کودک، همسالان، همسران دوم و یا غریبه ها ایجاد می شود. حقوق کودکان در ایران با مسائل درگیر است، مانند کودکان کار، مجازات و اعدام کودکان و پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران، ازدواج قانونی کودکان، استفاده از کودکان در نظامیگری. بیشترین خشونت علیه کودکان شامل حداقل 6 نوع اصلی خشونت هستش که در مراحل مختلف رشد کودکان اتفاق میفته. بدرفتاری، تهدید، خشونت توسط بزرگسالان، خشونت شریک زندگی یا خشونت خانگی، خشونت جنسی، خشونت عاطفی یا روانی، تأثیر خشونت بر زندگی و شغل آینده کودکان. کودکانی که این خشونت ها را تحمل میکنن و این خشونت ها براشون اتفاق میفته، تأثیرات مادام العمری بر سلامت و رفاه کودکان، خانواده ها و جوامع و ملت داره. خشونت علیه کودکان ممکن منجر بشه به مرگ این کودکان، که اغلب این کودکان با استفاده از سلاح هایی مانند چاقو اسلحه گرم بوده و بیشتر از 80% قربانیان پسر بودن. جراحت سختی که به دلیل رفتارهای خشونت آمیز جوانان ایجاد شده و صدمات جبران ناپذیری رو به بار میاره که تا آخر عمر با این کودکان و نوجوانان همراه است. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم که بیاین و در مورد خشونت علیه کودکان، اتفاقات اخیری که برای کودکان و نوجوانان ما در سطح شهر افتاده، خشونت هایی که ایجاد شده، کودکانی که کشته شدن و کودکانی که محکوم به اعدام هستن و شرایط سخت رو در زندان ها دارن تحمل میکنن که امروز و فردا حکم اعدامشون رو اجرا بکنن و تازه به قول معروف این عمری که 18 سال 15 سال عمری که کردن رو که خیلی کم هست رو به انتها برسونن. ممنون شم از دوستان عزیز در این بحث شرکت بکنن و نظراتشون رو بگن. دوستان عزیز هر کس که تمایل داره لطفا دستشون رو بالا بکنه که مایک رو برشون آزاد کنه. خانم مهین ایدر صحبت ایشون رو در این باره میشنم. من سلام مجدد، یه متنی آماده کردم اگر اجازه بدیم بخونم. بله بفرمایید. سازمان ملل و جوامع بشری باید از کودکان و صدای آنها در مقابل خشونت محافظت کنند. در این چند ماه گذشته اسفناک‌ترین اتفاق‌ها برای کودکان کشورمون
رقم خورده است. بر اساس گزارش‌های متعدد حدود 30 کودک 2 تا 18 ساله در اعتراض‌های خیابانی با خشونت تمام کشته شده و تعداد زیادی نیز مجروح، مصدوم و دستگیر شدند. در این میان متأسفانه مدارس هم از خشونت‌ها در امان نماندند. مکانی که در همه جای دنیا حتی در جنگ‌ها و جنبش‌ها جز امن‌ترین مکان‌ها به شمار می‌آید و تأمین امنیت آن جز بدیهی‌ترین وظایف حکومت هاست، توسط ارگانی که طبق قانون نیز حق ورود به مدارس را ندارند مورد هجوم واقع شده و یکی از ناامن‌ترین مکان‌ها برای کودکان تبدیل شده است و کودکانی که در مدارس دستگیر شدند یا مورد ضرب و جرح قرار گرفته و متاسفانه در مواردی هم کشته شدند. برخی مسئولان نشان دادند که کمترین صلاحیتی برای آموزش به کودکان و مراقبت از آنها ندارند. آنهایی که خود به تشدید این فشار و ناامنی در مدارس کمک کردند و البته برخی نیز متعهدانه وظیفه حرفه‌ای خود را در قبال کودکان انجام دادند و تا حد توان از امانت‌های مردم مراقبت کردند. اما مهمترین متولی آموزش و دانایی کودکان کشور یعنی وزیر آموزش و پرورش در موضعی بسیار عجیب و خلاف اصول انسانی و حقوق کودک از حمله به مدارس حمایت کرده و در واقع با این کار مدرسه را که مهمترین پناه اجتماعی کودکان بعد از خانواده هاست فرو ریخت. نهادی که قرار بود زمینه‌های رشد کودکان در دفاع از حق طلبی و آزادی خواهی زمینه آموزش‌های مرتبط با صلح و مدارا را فراهم کند با تهدید و تحقیر و ایجاد رعب و وحشت سعی در مطیع کردن همراه با زور و اجبار کودکان را داشته است. اکنون کودکانمان بی‌پناه ماندند و وضعیت روحی و روانی آنها نامساعد است. در وضعیتی که به چنین وزیری و نهادهای مرتبط برای حمایت از دانش آموزان امیدی نیست، لازم است همگی در اقدامی حمایتی و مطالبه گرانه در ایجاد فضای امن برای آنان تلاش جمعی داشته و انتظار آن است که با حمایت حداکثری و گسترده از کودکان، رعایت حقوق حداقلی آنان مانند حق داشتن عقیده، نظر و حق برپایی اجتماعات مسالمت آمیز و غیره که هم در مفاد قانون اساسی و هم در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودکان در شده است و مورد تاکید قرار بدهیم. موارد زیر از جمله اقداماتی است که در این زمینه توصیه می‌شود. در شرایط فعلی به خانواده‌ها و همچنین نهادهای مدنی حامی کودکان توصیه می‌شود به منظور ایجاد فضای امن برای فرزندانشان و ابراز آزادانه عقاید آنان تلاش کنند، با مدارس بیشتر در ارتباط باشند، وظایف مسئولان مدارس و همچنین انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس را برای حمایت از دانش آموزان در محیط مدرسه و به رسمیت شناختن حق انتقاد و اظهار نظر دانش آموزان را به آنان یادآور شده و زمینه امنیت فرزندان را در موقع خطر و بحران فراهم آورند. 2. معلمان و آموزگاران آگاه و دلسوز که خوشبختانه تعدادشان هم زیاد است در کلاس‌های درس زمینه گفتگو، همراهی و همدلی با کودکان و نوجوانان را فراهم کنند. دانش آموزان نیاز دارند حرف بزنند و شنوایی توأم با مهربانی معلمان همراه به آنان امید و آرامش خواهد داد. 3. از وکلای دلسوز و مردمی تقاضا داریم بیش از گذشته با خانواده‌هایی که فرزندان آنان در زندان و کانون‌های اصلاح و تربیت در حبس هستن همدلی و همراهی موجدانه داشته و برای آزادی هرچه سریعتر بچه ها تلاش کنند. 4. چنانچه مدیران و مسئولان مدارسی که حامی رویه های خشونتبار هستند همچنان به ادامه روش های قبلی پافشاری کنند که طبیعتاً به احساس ناامنی و ترس کودکان و خانواده ها دامن میزنند توصیه می شود که والدین هرچه سریعتر نسبت به جابجایی فرزندان از آن مدارس به مدارس امن‌تر اقدام یا به طور موقت از حضور کودکان در این گونه مدارس خودداری کنند، چرا که حضور توأم با ترس در مدارس آسیب بیشتر و بلند مدت تری برای کودکان در پی خواهد داشت. 5. در خصوص مرجع ملی حقوق کودک علی رغم
مخالفت همشگی نهادهای مدنی خود را نهاد دولتی ناظر بر اجرای مفاد پیماننامه جهانی حقوق کودک در کشور میدانست رکود و هم انگیز مرجع تاکنون در وقایع اخیر و عدم حمایت از کودکان و نوجوانان آسیب دیده ناکارآمدی آن سازمان را در مسئولیت خطیری که برای خود تعریف کرده بود پیش از پیش آشکار ساخت. ضمناً تفتیش و بازرسی بدنی دانش آموزان نقض حریم خصوصی کودکان است. بر اساس ماده 16 پیماننامه حقوق کودک، کودکان حق برخورداری از حمایت قانون را در برابر مداخلات خودسرانه و غیرقانونی دارند که ما باز در روز دوم آبان ما در هنرستان صدر تهران مسئولان مدرسه قصد بازرسی بدنی دانش آموزان را داشتند که با مقاومت دانش آموزان روبرو شدند و از نیروهای انتظامی کمک گرفتند. صدها نیروی یگان ویژه برای مقابله با خانواده ها و مردمی که نگران دانش آموزان بودند در اطراف مدرسه مستقر شدند. تهدید و ضرب و شتم دانش آموزان مدارس را تبدیل به محل کارزار کرده است. پلیس که قرار بود است مدافع کودکان در برابر مزاحمت، خشونت و سایر اشکال کودک آزاری باشد و مرجع حمایتی برای کودکان باشد، با اعمال خشونت در برابر کودکان قرار گرفته است. مردم و به ویژه والدینی که کودکی در مدرسه دارند نگران و ترس خورده برای فرستادن کودکانشان به مدرسه دچار سردرگمی شدند. کودکان به حق از حضور در مدرسه میترسند. باز هم تاکید میکنیم کودک آزاری جرم عمومی است. همه ما به دادگاه های بین المللی به ویژه خانواده ها حق شکایت به دادسراها را دارند. باید همین امروز شکایت کنیم و از ظرفیت های قانونی برای حمایت از حق بقای کودکان استفاده کنیم و مراجع قانونی قضایی را وادار به پاسخگویی کنیم. من فکر کنم خیلی مهمه گفتم که حتما بگم. مرسی از وقت از خواهش میکنم. ممنون از صحبت خوبتون. به موارد خیلی زیادی خوب و موارد خوبی اشاره کردین و راهکارهای خوبی رو ارائه دادین، ولی به نظر من که اینطور هستش که توی حکومت ما یعنی گوش این رو نداره که بشنوه که انتقاد بهشون بشه و بذارن آزادی بیان رو به ما بدن که ما بگیم فرزندان ما بهشون تجاوز شده. یعنی حتی اونایی که سعی میکنن که شکایت هاشون رو ثبت کنن، شکایتی رو انجام بدن، به جایی نمیرسه. یعنی صداشون دقیقا به هیچ جایی نمیرسه. چرا؟ چرا؟ چون که حکومت این گوش رو نداره که صدای این افراد رو بشنوه. ممنون از شما خانم ایدر عزیز. خانم پروین محمدی رو میشنویم. لطفا مایک رو برای ایشون آزاد کنیم. ممنون. من میخواستم به یه نکته که واقعا توی مدت اخیر فکر میکنم یکی دو ماه اخیر توی قم داره پیش میاد و هنوز هم هیچ دلیل محکمه پسندی ارائه نمیدن. 327 کودک توی مدرسه مسموم شدن و این نمیشه، این رو نمیشه نادیده گرفت. چرا که ماها وقتی حالا اعتراضیان میگن اعتراض نکنید، کودکانی که توی مدرسه هستن، وقتی یک کودک توی مدرسه احساس امنیت نکنه کجا میتونه احساس امنیت کنه؟ و این واقعا خیلی عجیبه. چرا باید توی یک شهری ندار یک مدرسه؟ اگه یک مدرسه بود میگفتیم بله، خب اون لحظه اون مدرسه دچار مشکل حال قضایی بوده، اما در مدارس مختلف این اتفاق افتاده. مگه میشه همچین چیزی؟ هدف چیه؟ آیا پشت این یه خطای معمولیه یا نه؟ یه نوع مشغول کردن مردم به یه نکته‌ای که ترس عمومی ایجاد کنن که باعث بشه که مادرها ترس از این داشته باشن که فرزندانشون رو به قول معروف از دست بدن. و این خیلی حکومت به جایی رسیده که جان فرزندان مردم بازیچه دست اون هاست و این خیلی بده. ما در کشورهایی داریم زندگی میکنیم که به خاطر اینکه حالا سن پیر زیاد شده، فقط به خاطر اینکه جوانهای کشورش رو دوباره
خوب مثلا ببره بالاتر، سن جوانها رو ببره بالاتر، داره پناهنده میگیره. اما ما در کشوری هستیم که حتی ارزش اینو نمیذاره به کش به هموطنهای خودش، یعنی همکشوریهای خودش، و این خیلی بده. کودکان 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله که به مدرسه میرن چه گناهی دارن؟ اصلا چی کار کردن؟ آیا حتی اونها قادر به اعتراض هم نیستن؟ اونا دارن درس میخونن. ما الان داریم به طوری عجیب داریم دنده عقب میریم و این خیلی بده. ما فرزندان ما الان توی ایران امنیت درسی ندارن، زندان شده واقعا براشون مکانی برای ببخشید تجاوز راحت. و این نمیدونم اینها تا کجا قراره این وضعیت نابسامان پیش بره، تا کجا استوب میدم. خیلی افتضاحه شرایط ایران برای کودکان، خیلی افتضاحه. بی پولی ها که داره صدمات واقعا جبران ناپذیری رو داره برای کودکان ایجاد میکنه، سختی که در زندگی داره. مردم الان به طوری اصلا نمیدونن دارن چیکار میکنن، چون به نون شبشون محتاج شدن. و تنها امید هر پدر مادری اینه که تمام هم و غمشون رو بذارن به خاطر اینکه فرزندشون حداقل آینده خوبی داشته باشه. نمیخورن، حق حالا برای تحصیل بچه صرف میکنن، برای خوراک بچه صرف میکنن، و این امنیت هم از اونها گرفته شده. این خیلی بده. امروز در قم، فردا در اصفهان، پس فردا تهران، و این ممکنه ادامه پیدا کنه. کیه که جلوشو بگیره؟ چرا جلوشو نمیگیرن؟ چه اتفاقی افتاد؟ مگه میشه؟ مثلا مگه ممکنه که 327 نفر در یکی دو ماه اخیر در یک مثلا اون هم پیاپی در مدارس مختلف، این یه چیزی پشتش هست که هنوز هم دلیلش چیز نیست. با امیدوارم که یک روزی برسه که واقعا قانون خودش قوانین رو چیز نکنه، سلب نکنه. ممنون. ممنون از صحبت خوبتون واقعا. بله خانم موردی، واقعا امید تمامی کودکان و نوجوانان سرزمین ما این هستش که یک روز این حکومت از ایران ما از بین بره و خارج بشه و کودکان و نوجوانانی که در حال حاضر هستن و در آینده قرار هست که در ایران ما زندگی بکنن، در آسایش و امنیت بیشتری زندگی بکنن و در سایه نبودن این حکومت، چرا که این حکومت در سایه دین، در سایه قانون خیلی اتفاقات برای کودکان و نوجوانان ما به وجود آورده. در همین قم که مرکز دین هستش، خیلی از نوجوانان رو به قول معروف اونجا میبرن صیغه میکنن و خیلی اتفاقا برای این نوجوانان میفته که در سایه فقر هستش و به دلیل ناتوانی اقتصادی و دلیل اینکه پولی ندارن که معاش زندگی خودشون رو بگذرونن مجبور به این کارها میشن. خیلی صحبت ها هست که در موردش بکنیم. یکی از قانونهای خود جمهوری اسلامی این هستش که تحصیل رو برای تمامی کودکان از مقطع ابتدایی تا مقطع دبیرستان فراهم بکنه، متوسطه، و رایگان باشه این خدمات، و این وظیفه دولت هستش که این کار رو انجام بده. ولی همونطور طبق آماری که خانم فتیمولی سطح بیسوادی کودکان و نوجوانان ما در حال افزایش هستش و موقعیت و بستر مناسب برای آموزش و پرورش کودکان ما و نوجوانان ما وجود نداره. و این شاید فکر بکنن اکثر افراد فکر بکنن این مشکلی نیست، مسئله نیست که
کودکان به قول معروف بی سواد باشن. الان موزله های خیلی بیشتری داریم که مشکلات اقتصادی خیلی کمر این خانواده ها رو خم کرده و این در برابر این مشکلات اصلا مشکل زیاد بزرگی نیست، ولی میتوان گفت که بی سوادی کودکان و نوجوانان ما باعث میشه که ایران ما هیچ آینده‌ای نداشته باشه، هیچ آینده سازی نداشته باشه و هیچ آینده‌ای نداشته باشه. دوستان عزیز، در مورد بحث خشونت علیه کودکان نکته نظری، صحبتی، عقیده دارند، لطفاً دستشون رو بالا کنن که نظر اونها شما رو هم بشنویم. خب مثل این که دوستان نظری ندارن و بله، خانم پروین محمدی صدای ایشون رو میشنویم و نظرات ایشون رو میشنویم. ممنون از شما. به نظر من حرفای شما خیلی عالی و واقعا آموزنده بود. فقط یک چیز کوچیک که میخواستم بگم اینه که برخلاف تصور حالا خیلی، حالا بعضی از خانواده ها که فقط درس برای اینه که حالا بعدها کاری به دست بیارن و حالا مثلا چیز باشه، آگاهیه که ما الان توی ایران کم متاسفانه داریم. وقتی یک کودک، وقتی یک مادر، وقتی یک حتی خیلی از مردان ما که توی ایران هستن آگاهی نداشته باشن از حق خودشون، نمیتونن ازش دفاع کنن. ناآگاهی متاسفانه نابود کننده یک کشور میتونه باشه. همونطور که ما اسم نمیبرم، خیلی از کشورها رو داریم به خاطر اینکه نمیدونن چه حقی از چه حقی واقعا چه حقی رو باید بهشون داده بشه. موظفن مثل همون حق حیات، حق حیاتشون، حق ذاتیشون. ماها کم بوده. الان اگر که فرزندان ما، بچه های 18 ساله ما الان قدرت اینو پیدا کردن که ترسشون رو بریزن، یکی از بزرگترین دلیلش آگاهیشونه. چرا الان جوانهای ما جلو رفتن؟ چرا فکر میکنین 18 ساله ها جلو رفتن؟ چون انقدر به آگاهی رسیدن که میدونن اگر الان نتونن نمیتونن، دیگه نمیشه جلوی این چیزو گرفت، این حکومت ها گرفت. حالا متاسفانه همونطور که دیگه خب میدونیم سنای بیشتر به خاطر اینکه خب ترس شاید بیشتره و اینکه و متقابلا آگاهی کمتره. ما الان توی این سالهای اخیر ماهواره ها خیلی روی ایران خیلی خیلی خوب بوده، خیلی آگاهی های مردم رو برده بالا و همین تحصیل یکی از نمونه های اینه که میتونه آگاهی رو به مردم برسونه. از و یه وقتی یک کودک از 7 سال شروع میکنه درس میخونه، به جای اینکه حالا تمرکز کنه، حالا من این درست نیست اینو بگم، شاید بگن که چرا میگی تمرکز کنه به دین و مذهب و اینها، اما وقتی یک ساعتی رو به جای اینکه حالا به دین و مذهب بذاره به آگاهی مردم چه چیزی حق توه، چه چیزی در ایران در مورد جنسیت هیچ آگاهی داده نمیشه. خودمون محصل بودیم، اون دوره ها رو گذروندیم. من تا 18 سالگی اصلا هیچی نمیدونستم، تا 17 سالگی هیچی نمیدونستم، تو اجازه نداشتم بدونم، مادر پدر اجازه نمیداد، توی مدرسه آگاهی داده نمیشه. ولی در اینجا من دختر من 8-9 سالشه و دارن آگاهی های جنسی دارن بهشون داده میشه. و وقت توی ایران متاسفانه حتی تحصیل هم نقصای زیادی داره، ولی اینکه میخوان اون رو هم بگیرن، یه مقدار رو هم میخوان بگیرن. میدونید من میشه گفت حکومت، من نمیگم دین، حکومت احمقا رو دوست داره و به خاطر اینکه به اون
سطح احمق بودن مردم برسن، اولین هدفشون گرفتن آگاهیه و به همین دلیل باعث میشه که سعی کنن یک کلاس رو مذهبی کنن، یک کلاس رو، و این نقص ها باعث میشه که، و نهایتا میبینیم که خیلی جاها، خیلی از روستاها ما الان آگاهیشون واقعا سطح آگاهیشون پایینه. چرا که اصلا مدارس وجود نداره، یا مدارس وجود داره انقدر دوره که بچه ها نمیتونن برن و بیان، وسیله نقلیه وجود نداره. من بعضا مدرسه هایی رو دیدم که واقعا قابل چیز نیست، قابل اصلا درس خوندن نیست، و با این حال بعضی از معلمان خیریه سعی میکنن برن و اونجا درس بدن به خاطر اینکه مردم بتونن یک کم به اون آگاهی برسن. و حکومت اولی از قدیم این بوده ها، نه الان، یعنی از سالهای پیش اینها نقطه‌ای که میخواستن مردم رو زیر سلطه خودشون قرار بدن گرفتن آگاهیشون بود و این خیلی بده. و ما الان میبینیم که بچه های ما در مقابل اسلحه مقاومت میکنن، چرا که میدونن که ترس آگاهی، وقتی آگاهی رفت بالا، ترس مردم، ترس جوانهای ما اومد پایین، میدونن دنبال چیان. الان دیگه فرزندان ما فقط دنبال آزادی نیستن، دنبال موی باز نیستن، الان هدف بچه های ما چیز دیگه ایه. هدف بچه های ما آینده شونه، ساختن آینده شونه، و این رو مدیون چی هن؟ مدیون آگاهی هن. چیزیه که الان حکومت سعی میکنه اون رو از مردم، از جوانای ما میگیره، حالا به هر طریقی، حالا به هر طریقی که میتونه، یا با بستنشون، یا با مسموم کردن بچه هامون، یا نمیدونم با ناهم کردن مدارس، و این متاسفانه، یا مثلا توی مدرسه به معلم تجاوز میکنه به کودکان، این خیلی 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 فجیحه. و این باعث میشه که یک مادر، من مادر در ایران، ترس از این داشته باشم که فرزندم نره مدرسه یه اتفاقی بیفته، نره این اتفاق، پس همون نادان باشه بهتر از این که نباشه. من مثلا برمیگرده به اون اتفاق، خب باشه زنده باشه، ولی برای من باشه بمونه، حالا بی سواد باشه، نهایت اینه که میره کارگری میکنه. چرا؟ چون که ناامنی باعث میشه که خیلی از مادر باعث میشه که بگن که نه تحصیل نکن. و اینکه میگم همه چیز هم برمیگرده به حکومت. مرسی از اینکه مایک رو در اختیار من قرار دادید. ممنون خانم پروین محمدی، ممنون از صحبت خوبتون. نظر آقای مشتبه شخ نمیتونم دقیقا بخونم، ولی برای شما مایک رو آزاد کنید لطفا، ببخشید. سلام خدمت دوستان، شب بخیر میگم خدمت همتون. در راستای حرف خانم محمدی میخواستم بگم که خانم محمدی عزیز، اینکه خانواده ها از ترس اینکه برای بچهشون اتفاقی نفته آگاهی نرسونن، بیشترین آزار رو به بچه ها رسوندن. در وهله اول آزار به بچه رسوندن، یعنی توی خونه شروع میشه، داخل خانواده این آزار شروع میشه. ما نباید به خاطر اینکه بچه‌مون سالم باشه، عزیز دلمون سالم باشه، به خاطر اینکه بهش آسیبی وارد نشه، بهش آگاهی نرسونیم. این اولین خطاییه که ماها به عنوان یک بزرگتر، به عنوان اینکه سنمون برای اینکه فکر بیشتری میکنیم، عاقل‌تریم، خب به خاطر این ما رو نمیتونه این مسئولیت از دوش ما کم کنه. ما باید این آگاهی رو برسونیم، این بچه باید بدونه. این اول از توی داخل خونه هامون شروع میشه، بعد وهله دوم داخل مدرسه، وهله سوم داخل اجتماع. وقتی این فکر رو داخل بچه این آگاهی رو به بچه نمیرسونیم، باعث میشه خطاهایی بکنه که در بزرگسالی باعث میشه همین کودک آزاری ها دوباره شکل بگیره، همین تجاوز ها شکل بگیره. اینا باعث میشه که دوباره همین سیکل ادامه پیدا کنه، این چرخه ادامه پیدا کنه. این برای ما خیلی بده. درسته جمهوری اسلامی افتضاح ترین سیستم آموزشی رو داره، افتضاح ترین قانونا رو داره، ولی اینکه ما جلوگیری کنیم که ما آگاهی نرسونیم به کودکانمون، این جلوی اینو نمیگیره.
ما باید حریم و حفظ اولین نفری که مسئولیم در برابر کودکانمون ماییم، نه دولتمون. خیلی ممنون از اینکه وقت به من دادید. ممنون خانم ولیزاده عزیز. من شیخ علی میرالی هستم. ممنون آقای شیخ علی میرالی، ممنون از نظرت خوبتون. دقیقا میشه گفت که پدر مادرها ترس از دست دادن فرزندهای عزیزشون که تا به سن 15 سالگی، حالا هر سنی که دارن، زحمت براشون کشیدن توی شرایط سخت اقتصادی. خیلی سخت هستش در ایران که یک فرزند رو به دنیا بیاری و تا یک سنی این فرزندتون رو پرورش بدی، چون که مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی و خیلی از مشکلات دیگه، شما باید از فرزندتون مراقبت کنید و هیچ قانونی و هیچ چیزی نیست که از فرزندتون مراقبت کنه. میشه گفت که آگاهی کودکان ما و نوجوانان ما در این حد رسیده که به قول معروف دیگه این حکومت رو تموم کنن، یعنی دیگه به قول معروف این کشتارها، این تجاوزها، تا زمانی که این حکومت به روی کار باشه، یعنی هیچ امیدی به این نیست که بگی حکومت به قول معروف قابل اصلاح شدن، قابل این هست که کاری بشه که به قول معروف این حکومت بهتر بشه وضعیت برای مردم ایران. وضعیت ایران رو به بدتر رفتنه ولی بهتر نشده. ممنون از نظرات خوبتون. نظرات خانم پروین محمدی رو میشنویم. بله، من به یه نکته خیلی تأسف‌باره که من توی این یک ماه اخیر من خوندم میخواستم اشاره کنم. متأسفانه بله، نبود آگاهی خیلی ضربه های شدیدی به بچه های ما میزنه. چیزی که الان خب ما در اینجا هستیم و آگاهی رو داریم، خیلی از مادران هم و پدران هم همینطور، و افتخار میکنم وقتی یک کودکی برمیگرده میره تظاهرات میره و زندان میفته افتخار میکنه. اما متاسفانه الان توی ایران من خیلی از خبرها رو متاسفانه دارم میشنوم که کسانی که از زندان آزاد میشن و به خونه از ترس اینکه خانواده میخوان چه کاری رو، چه مثلا به قول معروف چه بلایی رو سر اون بچه بیارن، نمیان خونه. ما این رو هم داریم میبینیم متاسفانه با اون آغوش گرم برای این خیلی از این بچه هایی که تظاهرات کردن به زندان افتادن وجود نداره. خیلی از این دخترها مجبور شدن بعد از اینکه از زندان اومدن تست باکرگی دارن انجام میدن و این خیلی بده. چرا؟ چون نبود آگاهی. این واقعا ما این واقعا من رو توی این مدت خیلی آزرده کرده بود. و اینکه وقتی یک شخصی از جونش داره میگذره، از زندگیش میگذره و در مقابل چیزی که من نوعی ازش خوف دارم رو به روی اون وایستاده، رو به روی سلاح وایستاده و داره از جونش مایه میذاره و در زندان، حالا ممکنه ممکن نیست تجاوز شده باشه، چون الان دیگه داریم خیلی بیشتر متاسفانه این موضوع رو، و جرأت اینو نداره که بره خونه. من خیلی از مطالب روانشناسایی که توی این زمینه دارن مشاوره میدن این اطلاعات رو خوندم و این خیلی افتضاحه و این خیلی بده. چرا؟ به خاطر نبود آگاهی. وقتی یک کودک از زندان در میاد اولین چیزی که نیاز داره یک مکان امنه، که از نظر روانی اون کودکی که از زندان بوده، زیر شکنجه های شدید بوده، حالا چه جنسی، چه روحی، چه رفتاری، چه لفظی، اون رو بتونه ترمیم کنه، بتونه بتونه حداقلش جلوگیری کنه از خودکشی بعدش. ما داشتیم خودکشی بعد. و این چرا وقتی یک کسی که اونجاست خودکشی نکرده اومده بیرون خودکشی میکنه؟ پس بوده یک اتفاقاتی که در پس این موضوع بوده و خیلی ها اطلاع نداشتن. البته نه اینکه اون کودکان، ما داشتیم اون کودکانی که خودکشی کردن، من منظورم اون نیست توهین نشه به اونها،
منظور من اینه که ما داشتیم، من مطالبی رو در مورد روانشناسان خوندم که خیلی از کودکان که اومدن، کودکان در از کودکان 17 سالن اومدن توی خونه، اون آغوش گرم نبوده، اون محبت چیز نبوده و سرزنش ها برای اون کودکان هم متاسفانه بوده و این نبوده آگاهیه. امیدوارم روزی برسه که آگاهی انقدر بره بالا که مادر و پدرها وقتی میبینن یک فرزندی واقعا داره با جونش بازی میکنه و به خاطر وطنش، سرزمینش، آیندهش واقعا برای اون بهترین شرایط رو بعد از آزادی فراهم کنه. از نظر بزرگترین چیز امنیت رفتاری، امنیت روانیه و بعد حالا خوراک و اینجور چیزها. مرسی. ممنون از نظرات خوبتون خانم پروین محمدی. بله، به امید روزی که واقعا کودکان ما بتونن در آزادی کامل، امنیت کامل از لحاظ روحی و جسمی در ایران زندگی بکنن و طوری باشه که حکومت روی کار بتونه با قوانینی که هست از کودکان ما و نوجوانان ما دفاع کنه و سرزمین ما آینده خوبی رو پیش رو داشته باشه. ممنون از نظرات تک تک شما عزیزان، ممنون این که در جلسه شرکت کردین و حضور داشتین. من ببخشید یه لحظه، من انتهای جلسه رو اعلام میکنم. در انتهای جلسه از مسئولین جلسه، از همه دستاندرکاران اجرایی، منشی جلسه خانم کوثر ولی‌زاده، مسئولین ضبط صدا و ادمین ها آقای سید سعید نوری‌زاده و آقای محمود رضا صالحی و خانم فرشیده پورآذران، مهمانانی که در این نشست همراه ما بودن، قدردانی می‌کنم و جلسه رو در ساعت 8:35 دقیقه به وقت اروپای مرکزی ختمش رو اعلام میکنم. ممنون از همه دوستان و عزیزانی که در این